سناتور روی بلانت: رژیم ایران اصلی ترین حامی تروریسم در جهان. وحشت اصلاح طلبان قلابی از انفجار خشم مردم ایران. امنیت غذایی در 4 استان ایران در مرز بحران. با سلام، در یک نگاه این ساعت رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. سناتور روی بلانت از اعضای ارشد سنای آمریکا از تحریم‌ها علیه رژیم ایران حمایت کرد. وی به فاکس نیوز گفت: تحریم‌های ما علیه دولت‌ها و شرکت‌هایی خواهد بود که با رژیم ایران معامله کنند، رژیمی که اصلی ترین حامی تروریسم است. سناتور بلانت گفت: به صراحت می‌گویم رژیم ایران طی چند سال گذشته فعالیت‌های تروریستی را با جعبه‌های پولی که ما به آن برگرداندیم تأمین مالی کرده است. Our sanctions will be against governments and businesses that deal with this Iranian government is the #1 state sponsor of terrorism, and frankly, for the last several years, they've been financing that terrorism with the pallets full of money that we gave them back. علی شکوری راد از اصلاح طلبان قلابی حکومتی نسبت به تهدید انفجار خشم مردم هشدار داد و گفت: به نظر می‌رسد فشارهای زندگی بر مردم آنقدر زیاد شده که آستانه صبر و تحمل آنان کم شده و با کوچکترین ناملایمات جدیترین واکنش را نشان می‌دهند. این رفتارها یک هشدار برای مسئولان است که بدانند فشارها از آستانه تحمل خارج شده است. خطر مهم این است که امید مردم به اصلاح امور از بین برود. وقتی امید نباشد، اعتراضات بیشتر می‌شود و ممکن است توالی هزینه‌ساز بیشتری به همراه داشته باشد. دو تن از اعضای مجلس ارتجاع اعتراف کردند امنیت غذایی در 4 استان در مرز بحران قرار گرفته است و 75% مردم سیستان و بلوچستان دچار فقر غذایی هستند. محمد نعیم امینی فرد گفت: در این 4 استان سیستان و بلوچستان با اختلاف رتبه اول را دارد و سپس هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی رتبه‌های 2 تا 4 را به خود اختصاص دادند. همچنین علیم یارمحمدی با اشاره به اینکه 75% مردم استان سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند گفت: مردم روستاهای این استان نان ندارند و به لحاظ معیشت از هر نظر که فکر کنید در شرایط نامطلوبی قرار دارند. رانندگان اعتصابی صدها کامیون در شهرهای کوار و فسا در استان فارس، خسروشهر در آذربایجان شرقی و برخی مناطق مازندران روز یکشنبه و در 6مین روز اعتصاب با بوق‌های ممتد در خیابان‌ها و جاده‌های این استان‌ها راهپیمایی کردند تا اعتراض و خشم خود را ابراز کنند. درگیری نیرو انتظامی با راننده‌ها در کوار رانندگان با مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی که قصد داشتند مانع حرکت آنها شوند درگیر شدند. مأموران جنایت پیشه 60 تن از رانندگان اعتصاب کننده را بازداشت کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده نیروهای ارتش ملی و مقاومت مردمی یمن به دروازه های استان الحدیده رسیدند. کارشناسان نظامی پیشبینی می کنند اگر این بندر در اختیار دولت قانونی یمن قرار گیرد، مسیر قاچاق تسلیحات و موشک از ایران برای شبه نظامیان حوثی قطع خواهد شد. ووصلت الى منطقه الطائف وقلعه الطائف الساحليه التابعه لدرهمي جنوب الحديده بدعم واسناد من قوات التحالف. این بود در یک نگاه این ساعت. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.